جناب آقای خلیل جوادی در خدمتشون باشیم. با عرض سلام. درود بر شما. من همین چند وقت پیش یه خوابی دیدم، بعد از بیدار شدن عیناً همونو نوشتم، حالا براتون میخونم. عاقبت شعر رو یا منو؟ به قول آقای بانی هر دوبانه. اسمش گذاشتم محکمه الهی، چون رفتم قیامت و این حرفا. یه شب که من حسابی خسته بودم، همینجوری چشام رو بسته بودم، سیاهی چشام یه لحظه سر خورد. یه دفعه مثل مرده ها خوابم برد. تو خواب دیدم محشر کبرا شده، محکمه الهی برپا شده، خدا نشسته، مردم از مرد و زن ردیف ردیف مقابلش واستادن، چرتکه گذاشته و حساب میکنه، به بنده هاش عتاب خطاب میکنه، میگه چرا این همه لج میکنید، راهتون رو بی خودی کج میکنید، آیه فرستادم که آدم بشید، با دلخوشی کنار هم جمع بشید، دلای غم گرفته رو شاد کنید، با فکرتون دنیا رو آباد کنید، عقل دادم برید تدبر کنید، نه اینکه جای عقل رو کاه پر کنید. من بهتون چقدر ماشالله گفتم، نیافریده باریکالله گفتم. من که هواتون همیشه داشتم، حتی یه لحظه گشنتون نذاشتم، اما شما بازی نکرده باختید، نشستید و خدای جعلی ساختید. هر کدوم از شما خودش خدا شد، از ما و آیه های ما جدا شد. یه جو زمین و این همه شلوغی، این همه دین و مذهب دروغی، حقیقتا شماها خیلی پستین، خر نباشین گاو و نمیپرستین. از توی جمع یکی بلند شد ایستاد، بلند بلند هی صلوات فرستاد. از اون قیافه های حق به جانب، هم از خودی شاکی هم از اجانب، گفت چرا ایشکی روسری سرش نیست، پس چرا ایشکی پیش همسرش نیست، چرا زنا اینجوری بد لباسن، مردای غیرتی کجا پلاسن. خدا بهش گفت بتمرک حرف نزن، اینجا که فرقی ندارن مرد و زن. یارو کنف شد ولی از رو نرفت، حرف خدا از تو گوشاش تو نرفت، چشاش میچرخن نمیدونم چشه، آهان میخواد یواشکی جیم بشه. دید یه کمی سر شلوغ خدا، یواش یواش شد از جماعت جدا، با شکمی شبیه بشکه نفت یهو سرش رو پایین انداخت و رفت. قراولا چند تا بهش ایست دادن، یارو وانستان تا جلوش واستادن، فوری در آورد واسه شون چک کشید، گفت ببرید وصول کنید خوش بشید. دلم برای حوریا لک زده، دیر برسم یکی دیگه تک زده، اگه نرم حوریه دلگیر میشه، تو رو خدا بذار برم دیر میشه. قراول حضرت حق دمش کرد، با رشوه خیلی کلون نشد نر، گوشای یارو رو گرفت تو دستش، کشون کشون برد یه جایی بستش. رشوه حاجی رو زمیمه کردن، توی جهنم اونو بیمه کردن. حاجیه داشت بلند بلند قر میزد، داشت روی اعصابا تلنگر میزد، خدا بهش گفت دیگه بس کن حاجی، یه خودم حبس نفس کن حاجی، این همه آدم رو معطل نکن، بگیر بشین اینقدر کلکل نکن، یه عالمه نامه داریم نخونده، تازه هنوز کرات دیگه مونده، نامه تو پر از کارهای زشته، کی به تو گفته جات توی بهشته، بهشت چه آدمای باحاله، ولت کنم بری بهشت محاله. یادته که چقدر ریا میکردی، بنده های ما رو سیا میکردی، تا یه نفر دور برت میدیدی چقدر ولزالین رو میکشیدی. این همه که روزه و نوحه خوندی، یه لقمه نون دست کسی رسوندی، خیال میکردی ما حواسمون نیست، نظم و نظام هستی کشکی کشکیست، هر کاری کردی بچه ها نوشتن، میخوایی برو خودت ببین تو زوم کرد.
خلاصه وقتی یارو فهمید اینه، بازم درست نمیتونست بشینه، کاسه صبرش یه دفعه سر میرفت، تا فرصتی گیر میآورد در میرفت. قیامت اینجا عجب جاییه، جون شما خیلی تماشاییه. از یه طرف کلی کشیش آوردن، کشون همه رو پیش آوردن. گفتم اینا رو که قطار کردن بیچاره ها مگه چیکار کردن؟ ماموره گفت میگم بهت من الان، مفسد فلعرض که میگن همین ها. گفت اینا بهش فروشی کردن، بی پدرها خدا رو جوشی کردن، به نام دین حسابی خوردن اینها، کفر خدا رو در آوردن اینها. بعد جوری جاندار که اینا سوزوندن زنده توی آتیش اونو سوزون بعد جوری جاندار که اینا چزوندن زنده توی آتیش اونو سوزوندن روی زمین خدایی پیشه کردن، خون گالیله رو تو شیشه کردن. اگه بهش بگی کلاتو صاف کن، بهت میگه بشین و اعتراف کن. همیشه در حال نظاره بودن. شما بگو اینا چی کاره بودن؟ خیام اومد، یه بطری هم تو دستش، رفت یه گوشهی گرفت نشستش. حاجی بلند شد با صدای محکم گفت این آقا باید بره جهنم. خدا بهش گفت تو دخالت نکن، به اهل معرفت جسارت نکن، بگو چرا به خونه این هلاکی؟ این که نه مدعی داره نه شاکی، نه گرد و خاک کرده و نه حیاهو، نه عربده کشیده و نه چاقو، نه مال این نه مال اونو برده، فقط عرق خریده رفته خورده. آدم خوبیه، هواش داشتم، خودم اینجا خودم براش شراب گذاشتم. یهو شنیدم ایست خبردار دادن، نشسته ها بلند شدن واستادن. حضرت اسرافیل از اون ور اومد، رفت روی چارپایه و چند تا سور زد. دیدم دارن تخت روون میارن، فرشته ها رو دوششون میارن. مونده بودم که این کیه خدایا، تو محشر این کارا چیه خدایا؟ فکر میکنید داخل اون تخت کی بود؟ الان میگم، یه لحظه. اسمش چی بود؟ همون که کارش عالی بود، اون که تو دنیا مثل توپ صدا کرد، همون که این لامپا رو اختراع کرد، همون که کارش عالی بود، اون دیگه، بگید بابا، توماس ادیسون دیگه. خدا بهش گفت دیگه پایین نیا، یه راست برو بهش پیش انبیا، وقت رو تلف نکن توماس، زود برو، به هر وسیله‌ای اگر بود برو، از روی پل نری یه وقت میفتی. میگم هوایی ببرند و مفتی. باز حاجی ساکت نتونست بشینه، گفت که مفهوم عدالت اینه؟ توماس ادیسون که مسلمون نبود، این بابا اهل دین و ایمون نبود، نه روزه رفته بود نه پای منبر، نه شمر میدونست چیه نه خنجر، یه رکعت هم نماز شب نخونده، با سیمیما شب رو به صبح رسونده. حرفای یارو که به اینجا رسید، خدای آهی از ته دل کشید. حضرت حق خودش رو جا به جا کرد، یکم به این حاجی نگاه کرد، از اون نگاه های عاقلندر سفیهشو باید بیارم این بر. با اینکه خیلی خیلی خسته هم بود، خطاب به بنده هاش دوباره فرمود شما عجب کله خرایی هستید، بابا عجب جونورایی هستید. شمرگه بود آدولف هیتلر هم بود، خنجرگر بود روولور هم بود، حیفه که آدم خودشو پیر کنه و سوزنش فقط یه جا گیر کنه. میگید توماس من مسلمون نبود، اهل نماز و دین و ایمون نبود. اولا از کجا میگید این حرفو؟ در بیاری کله زیر برفو. اون منو بهتر از شما شناخته، دلیلش هم این چیزایی که ساخته. درسته گفتم عبادت کنید، نگفتم به خلق خدمت کنید. توماس نه بم ساخته نه جنگ کرده، دنیا رو هم کلی قشنگ کرده. من یه چراغ که بیشتر نداشتم، اونم تو آسمونا کار گذاشتم. توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد، نمیدونید چقدر کمک به من کرد. تو دنیا هیچکی بی چراغ نبوده، یا اگرم بوده تو باغ نبوده. خدا برای حاجی آتش افروخت، دروغ چرا، یکم براش دلم سوخت. طفلی تو باورش چه قصرها ساخته، اما به اینجا که رسیده باخته. یکی میاد یه حاله‌ای باهاشه، چقدر بهش میاد فرشته باشه. اومد رسید و دست گذاشت رو دوشم، دهانش آورد کنار گوشم، گفت تو که کلت پر قرمه سبزیست، وقتی نمیفهمی بپرسی بد نیست.
این که نشسته یک مقام والاست، مترجمه، رفیق حق تعالاست، خود خدا نیست، نمایندشه، مورد اعتمادشه، بندشه. خدای لمیلد که دیدنی نیست، صداش با این گوشا شنیدنی نیست. شما زمینی ها همش همینید، اون ور میزی رو خدا میبینید. شما زمینی ها همش همینید، اون ور میزی رو خدا میبینید. همینجوری میخواست بلنشه، نم نم گفت که پاشو باید بری جهنم. وقتی دیدم منم گرفتار شدم، داد کشیدم، یه دفعه بیدار شدم. متشکرم.